سلام دوستان گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام براتون حلوا ارده درست کنم با یه روش خیلی ساده. شیر خشک 100 گرم، نصف پیمانه ارده 200 گرم، یک پیمانه شکر 200 گرم، یک پیمانه آرد نخودچی 120 گرم، از نصف پیمانه یک کوچولو بیشتر، پسته 100 گرم. اول شکر رو می‌ریزم داخل مخلوطون، بعدش طحین رو می‌ریزم، یعنی همین ارده رو اضافه می‌کنم. از این ارده من استفاده می‌کنم. خب یه مقدار شکر و ارده رو با هم دیگه مخلوطش میکنم که شکر آسیاب بشه. شیر خشک رو اضافه میکنم. از این شیر خشک من استفاده میکنم. نیدو. آرد نخودچی رو اضافه میکنم. خوب مخلوطشون میکنم. یه 5 دقیقه میذارم مخلوط بشه. یه مقدار از پسته رو الان بهش اضافه میکنم. خب ببینید به این شکل شدش، یه خمیر خیلی شل شد. پسته داخلش خورد نشد، چون که بعد از اینکه خمیر رو انجام دادم تموم شد، پسته رو بهش اضافه کردم که خورد نشه. خب یه همچین قالبی رو من در نظر گرفتم، داخل یه کاسه، چه میدونم داخل فنجون، داخل هر چیزی که از این ظرف پلاستیکی که شما خودتون هر چی که در دسترس داشته باشید میشه باهاش قالب زد. خب یه دونه کیسه فریزر رو من بازش میکنم، پهنش میکنم داخل این قالب. اول یه مقدار پسته میریزم، بعدش این موادی که آماده کردم رو میریزم. یه دو تا اینجوری میکوبمش، بعدش پسته رو روش میریزم. خب به این شکل روش رو میبندم، یک ساعت میذارم داخل فریزر. اگر که خواستید داخل یخچال بذارید 3 تا 4 ساعت بذارید داخل یخچال بمونه تا اینکه خودشو بگیره یه مقدار و بعد برش بدید. خب بعد از 1 ساعت من برمیگردم و بهتون نشون میدم، میبرم که بذارم داخل فریزر.
دوستان نازنینم، حلوارده صبحانه خوشمزه آماده شد. بفرمایید نوش جان. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. دوستان حتما داخل ظرف دربسته بذارید و تا یک ماه میتونید داخل یخچال ازش نگهداری بکنید و استفاده کنید.